بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. قال الله فی محکم کتابه و استقا کما امرت. مسلمانان در تمام دنیا وقتی که توانایی و وسع مالی برای سفر حج پیدا می کنند و توفیق زیارت خانه خدا نصیبشان می شود، تنها نوای زیبایی که در سرزمین وحی شنیده می شود اللهم لبیک اللهم لک لبیک است، که با صدای رسا فریاد می زنند. ولی متاسفانه مردم ایران که با پیروی کورکورانه از آخوندهای مشرک فقط تنها چیزی را که از قرآن و اسلام و مذهب خود می دانند لبیک یا حسین است، آن هم در سرزمین وحی. و تنها مطلبی هم که از اسلام توسط آخوندهای مشرک صفوی یاد گرفتند گودال قتلگاه و تیر سه شعبه خولی و گلوی سفید علی اصغر و دو دست بریده ابوالفضل و لعنت کردن یاران پیامبر و همسر و محبوبه رسول خداست. و آخوندها به آنها یاد دادند که قرآن را از رو بخوانند چون ثواب دارد، بدون اینکه بفهمند چی میخوانند و آیات قرآن به انسانها و مسلمانان چه دستوراتی داده است. چون ملت ایران دچار بحران هویت شدند، گاهی خود را فرزندان کوروش میدانند و دم از زرتشت میزنند و گاهی هم غلام و نوکر و سگ در خانه علی و حسین می شوند. و این که خداوند تمام اختیارات خود را به این 11 نفر تفویض کرده و آخری هم که دیگر همه کاره است و خداوند کاره نیست، مدیر و مدبر جهان علی است و اولادش و امام زمان. بنابراین چه لزومی دارد که از خداوند چیزی بخواهند؟ چون مقسم بهشت و جهنم مخلوق خدا و بنده صالح خداست. و چون فقط شیعیان 12 امامی را به بهش راه می دهند، شیعیان دیگر نگرانی ندارند. هر گناهی که می خواهند بکنند و هرچه می خواهند رشوه‌خواری و رباخاری و دزدی بکنند، حضرت علی و فاطمه درب جنت ایستادند و این افراد می گویند یا علی، ما همانها هستیم که برای فرزندت حسین گریه کردیم، سینه زدیم، غمه زدیم. و حضرت علی رضی الله عنه هم می گوید بفرمایید، بهش مال شماست، بروید آنجا هم سینه بزنید. خداوند تبارک و تعالی بهش را به بهانه نمی دهد، بلکه به بها می دهد. یعنی پیروی از دستورات خداوند و عمل صالح و کمک و یاری مسلمانان اگر توان داشته باشند. آن آقایی هم که می گفت هر روز خدا مال یکی از امامان است و برفرض شنبه روز حضرت علی است و یک شنبه روز حضرت فاطمه و الی آخر، توجه نکرده است که هفته 7 روز است و اعتقادات آنها 14 نفر معصوم هستند. شاید فکر میکند بعد از 5 شنبه 6 شنبه و 7 شنبه و 8 شنبه هم داریم. این افراد آنقدر نادان هستند که نمیدانند روز و شب مال خداست و هرچه بخواهیم باید از خداوند منان بخواهیم ولا غیر. دیگر این که تکنولوژی دشمن آخوندهاست، چون همین تکنولوژی باعث شده که بیشتر مردم ایران از این مذهب دروغ و ریا و تلبیس و سفسطه بازی آخوندها دست بکشند و به وادی توحید قدم بگذارند. و در حقیقت این شبکه‌های توحیدی این رهروان شیطان و شیطان صفت را رسوا نموده است. اما مطلبی بود در مورد آیت‌الله بهجت. این شخص با اینکه به سن کهولت رسید و از دنیا رفت، در آخرین لحظات زندگیش نیز دست از شرک بر نداشت و امامان را که مخلوق خدا هستند مالک روز جزا دانست و تازه میگوید نمیدانیم که چه اشتراکاتی اینها، یعنی امامان، با مبدأ اعلی دارند. هر اختیاری که خدا دارد اینها هم دارند. بنابراین این آقایانی که زنگ میزنند و این مسائل رو مطرح میکنند، برادر عزیزم، این که گفتن که آقا از کجا میدانید که آیت الله بهجت به جهنم میرود، احتیاج به علم غیب نیست. هر مسلمان موحدی میداند که این حرفا شرک است و خداوند شرک را نمیبخشد. آنهایی هم که با مجریان محترم برنامه میگویند شماها جنگ شیعه و سنی را انداخته اید، مغلطه میکنند. شبکه‌های توحیدی و موحدین هدایت یافته وظیفه دارند که با روشنگری مردم را از شرک دور ساخته
و برگردانند به قرآن مجید که کتاب هدایت است. بقیه افرادی هم که تلفن میکنند و فحاشی میکنند و یا اینکه مذهب دروغشان رسوای عالم شده تلاش مذبوحانه میکنند. امیدوارم که با توجه به محتوای این برنامه ها خدا هدایتشان کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.